سلام، من دلم برای شما تنگ شده. آخرین بار به کدوم هنرمند نگاه کردیم؟ اون فرانس مارک بود. ما دوباره کارهای اون رو بررسی خواهیم کرد. امروز حیوانات دیگری هم خواهند اومد. نمیتونم صبر کنم ببینم اون حیوانات دیگر رو چقدر عالی بیان کرده. پس بیاید دقیقاً به کارهای هنری مارک بپردازیم. به نظر شما چه چیزی رو ممکنه اینجا بیان کرده باشه؟ یه اسب آبی رنگ در جلو دراز کشیده و یه اسب در پشت که غمگین به نظر میرسه. در کل یه احساس تاریک داره. روی زمین چه اتفاقی برای این اسب افتاده؟ از تخیلتون استفاده کنید. این ممکنه چی باشه؟ اگه اون حیوانی رو بیان کرده، فکر میکنید کدوم حیوان باشه؟ اون حیوانات رو دقیقاً به شکلی که به نظر میرسن ترسیم نکرده، بلکه به صورت انتزاعی ترسیم کرده. چند تا حیوان اینجا مخفی شدن؟ پیداشون کردید؟ بله، آبی، نارنجی و زرد. 3 گوز وجود داره. این بسیار خاص و سرگرم کننده است، چون دقیقاً مثل تصویر پنهانیه. این چه حیوانیه؟ فکر میکنم 2 حیوان با شاخ دیدم. اونها کجا هستن و چی کار میکنن؟ از تخیلتون استفاده کنید. ما میخواییم گوز بکشیم و اونها رو مثل نقاشی که دیدیم بیان کنیم. شروع کنیم؟ بیایید یک گوزن بزرگ در وسط بکشیم. ما پاها رو نمی کشیم چون می خواهیم پایین اون علف ها رو بکشیم. بیایید با جزئیات نقاشی کنیم. بعد ما چمن رو در پایین اینجا بیان خواهیم کرد.
و در پس زمینه اونچه که به صورت کوه در نقاشی مارک به نظر می رسید ترسیم خواهیم کرد. خب، حالا ما می‌خوایم رنگش کنیم. رنگ‌های مورد نظر برای گوز، چمن و کوه رو انتخاب کنید. من به شما نشون میدم که چطوری میتونید پس زمینه رو رنگ‌آمیزی کنید. در حال حاضر فقط تماشا کنید. من این روش رو آخرین بار به شما نشون دادم. ممکنه بعضی از شماها به یاد داشته باشید که بعد از رنگ‌آمیزی با رنگ‌های مختلف چه کار کردیم. ما همه چیز رو با یه رنگ تیره پوشوندیم. و سپس میخوایم اون رو خراش بدیم. بیاید نقاشی رو دقیقا مثل نقاشی هنرمند بیان کنیم. پس زمینه رو به همین صورت درست کنید و برای این قسمت هم همین کار رو انجام بدید. من این کار رو کردم. سرگرم کننده خواهد بود اگر بدن گوز رو در رنگ‌های مختلف رنگ کنیم و سپس با خراشیدن به آن بافت مو بدیم. من رنگ‌های صورتی، نارنجی، زرد و سایر رنگ‌ها رو با هم ترکیب کردم تا رنگی که می‌خوام به دست بیارم. شما می‌تونید با رنگ‌هایی که دوست دارید بیان کنید. نمی‌تونم صبر کنم ببینم دوستان چطوری کار خودشون رو بیان کردن. نظر شما در مورد کلاس امروز چیه؟ به نظر خیلی متفاوت از کارهای هنرمنده، اما به نظرم جالبه. چون ما میتونیم چیزهای زیادی رو در این آثار هنری تصور کنیم. هر چیزی که تصور کنیم میتونه جواب باشه. من همیشه منتظر دیدن کارهای هنری شما هستم. خداحافظ.